احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین به ما پیوستن. آقای مهرابی، از همین واکنش متفاوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان شروع بکنیم. بیشتر درباره موزه نهاد مدنی و اهمیتش اون هم در فضای سیاسی ایران توضیح میدید. این تشکل‌های معلمان در واقع بیشتر فعالیتشون بر روی مطالبات معلمان بود، اما وضعیتشون به گونه‌ای هست که در مناسبات سیاسی هم در برخی از موارد به نوعی اظهار نظر کردن یا بیانیه دادن، چون به هر حال ماهیت فعالیت صنفی معلمان یا کارگران با موضوعات سیاسی هم مرتبط بوده. این بیانیه، از این بیانیه‌ها میشه اینطور تصور کرد که از نظر این تشکل‌ها این حمله به نوعی توسط گروه‌های افراطی اهل سنت انجام شده و به نوعی ناشی از موضوعات مختلف مانند درگیری‌های منطقه‌ای هست یا فشارهایی هست که به هر حال بر روی اهل سنت میاد و درگیری‌هایی هست که به هر حال اینها با جمهوری اسلامی دارن. البته در خود این بیانیه‌ها به صورت دقیق توضیح داده نشده، اما میشه از این محتوا این موضوع را استنباط کرد که خب این در واقع به نوعی مخالف اون فضای کلی هست که مقامات حکومتی اعلام کردن و انفجارها را به اسرائیل نسبت دادن و از جهتی هم متفاوت هست که تأکید میکنن که به نوعی حکومت را در عدم تامین امنیت مقصر دونستن. به جز این، سپاه پاسداران و دیگر نهادها و مقام‌های حکومتی هم به انفجارهای مرگبار دیروز واکنش نشون دادن. جمع‌بندی شما از سرفصل‌های مشترک این بیانیه‌ها چیه؟ در این بیانیه‌ها انفجار در واقع بدون این تالا تحلیل یا شواهدی ارائه بشه به اسرائیل نسبت داده شده و برخی از مقامات هم به نوعی این موضوع رو به آمریکا نسبت دادن. البته برخی از مقامات یا نهادهای جمهوری اسلامی این انفجار را به گروه‌هایی که به نوعی از سوی اسرائیل مأموریت دارن نسبت دادن که از این موضوع هم میشه برداشت کرد که به هر حال اونها هم دیگر گروه‌های به تعبیر افراطی سنی یا برخی از گروه‌ها در افغانستان را ممکنه مسبب این موضوع بدونن. اما در مجموع این بیانیه‌هایی که صادر شده بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و در اونها بر گرفتن از انتقام تاکید شده، اما هنوز به صورت صریح اینکه گفته بشه که به هر حال عواملی شناسایی شدن یا نشانه‌هایی شناسایی شده که این انفجار توسط کدوم گروه انجام شده، تا هیچ کدوم از این بیانیه‌ها مشخص نیست. متشکرم از توضیحاتتون، احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین.